یک بار دیگه جناب الحاج استاد معتصم بالله مذهبی فیضانی رئیس نهضت اصلاحی علامه فیضانی را و همچنان چرمن فیضانی انترنشنل امریکا دعوت به عمل میاریم تا صحبت عالمانه خود بر ما داشته باشند. یک بار در آغاز دعوتشان کردیم که پیرامون اجندا صحبت بکنند و احترام خود با ما و شما تقدیم کردند. حال صحبت عالمانیشان را میشنویم. بسیار تشکر جناب مذهبی گرامی، بفرمایید. ان الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحكيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ترجمه ای است که در آغاز مردم یک امت بودند، آنگاه خداوند پیامبران را مژده آور و بیم دهنده برانگیخت و با آنان کتب آسمانی را به حق نازل کرد تا در میان مردم در آنچه اختلاف داشتند داوری کنند و تنها کسانی که کتاب به آنان داده شده بود پس از آن که نشانه های روشن به آنها رسیده بود به خاطر ستم و حسادتی که در میانشان بود در آن اختلاف کردند پس خداوند به فرمان خیش کسانی را که ایمان آورده بودند با آن حق و حقیقتی که در آن اختلاف داشتند هدایت کرد و خداوند هر کس را که بخواهد برای راست هدایت میکند. حضور همه برادران و خواهران گرامی، اساتیز بزرگوار، جوانان عزیز، نوجوانان عزیز، کودکان عزیز، از صمیم قلب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. میفهم که حوصله بسیار زیاد را به خرج دادین و تقریبا از ساعت 5 تا ساعت 9 4 ساعت اصلا غذا باید در ساعت 4 شب آماده میشد. نسبت حرمتی که به سخنورای عزیز داشتیم گفتیم اونا حق ولیت دارن، باید اونا صحبت کنن، پیغام محبوب بر شکلی به هر زبان و دهن برسه و مراد ماست و بر ما مشکل نیست که اگر در اخیرم صحبت کنیم یا هیچ صحبت نکنیم. بازم خواهش میست که او عزیزانی که نامشان در لیست بود مایوس نشند، بعد از صرف تام انشالله حتما به اونا نوبت میرسه و همه انشالله رو خواهد چونیدیم. نسبت خاص زیاد اصرار زیاد عزیزایی که در گرد و کنارم بود که شما باید حتما صحبت کنین، در ختم پروگرام بخوایم خلاصتن یاد داشتای زیادی داشتم و چیزای خلاصه را به حضور شما تقدیم بکنم. صحبت ما در مجموع به دو بخش تقسیم میشه، یکی که خود جناب علامه فیضانی در وقت خود با چی چلنج ها و مشکلات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه افغانی و انسان های معاصر خود پیش بودن روبرو بودن و اونا چی پیشنهادات برای رای حل داشتن و بعد از گذشت تقریبا نیم قرن ما چی میتونیم در او اضافه کنیم و مسئولیت ها و چلنج های ما چیست، افغانستان ما از او شرایط تا به این شرایط در کدام بابوهی زمان و تاریخ قرار گرفته. لحاظ اگر وقت نمون چرا صحبت ما طولانی خواهد شد، بخش اول را پیش از غذا انشاءالله حضورتان قرائت میکنم و بخش دوم را میگذاریم بعد از غذا انشاءالله که او پیشنهادات شخصی خود ما است. در مجموع
ما باید علامه سید فیضانی را طوری که عزیزا هر کدام بسیار دقیق علمی و تحقیقی عالمانه و اکادمیک چی به لسان دری بود و چی به لسان پشتو و چی به لسان انگلیسی، همه زبانهای بشری و انسانی ما شما به همه احترام داریم، بسیار از روی اخلاص و ارادت و از روی یک مسئولیت علمی صحبت کردن که من خودم در معذر از او بزرگوارا خود بسیار خرد میبینم که در رابطه با شخصیت فیضانی صحبت کنم و ذره نوازی های زیاد کردن او را در اخیر پروگرام میگذارم که دوستان تقاضایی که از ما داشتن. پیش از این که در رابطه با عنوان چگونگی حل بحران و احیای وفاق ملی به سه مسئله باید ما شما توجه بکنیم. یک مسئله ایست که آیا ما واقعا اراده داریم که بحران حل شود؟ این باید در کدام مایتونیست که تنها رهبرا هر افغان در ضمیر خود فکر کنه که آیا ما واقعا اراده داریم که بحران حل کنیم و اراده داریم که واقعا وفاق ملی یا شایانی؟ این بسیار مسئله مهم است. چرا در کاری که اراده نباشه کسی سر مشما جبر کرده نمیتونه و کسی هم به زور انجام داده نمیتونه. یک مسئله بسیار روانی مهم است که باید یک پرسمان از کل افغان ها شاید شما واقعا اراده دارین که باید بحرانات خط یک نقطه نهایی برش گذاشته شود و واقعا دوباره وحدت ملی که یک کلینر اگر در وقت ظاهرشاه در سالنگ وقتی خود برای سرویس که آمده بود پشت خود گذاشته بود شهید شد، همه افغانستان برش گریه میکرد. به این نبود که از کدام زبان است، از کدام مذهب است. اینقدر دل رعوف و مهربان و پاک و با صدق و صفا داشتیم، دل طلایی داشتیم. او دلها چی شد که امروز میکشیم و میگیم ماشاءالله الله اکبر؟ چرا او دلها به این دلها تبدیل شد؟ دوم دیگه، اگر ما اراده داریم که انشاءالله حتما داریم، چرا میگه زمین همون میسوزه که درش آتش روشن است؟ یقینا که مجمع عمومی ملت ما یارزو را داره. در این را چی کاری کردیم و چی کاری میخواییم بکنیم و چی کار در آینده خواهیم کرد؟ سوال دومیز که وقتی ما میگیم اراده داریم، خیلی تا حال شما چی کردین در این رابطه برای حل بحران کشورتان و برای آمدن وفاق ملی؟ تا حال از خود بپرسیم که خود شخص ما چی کردم؟ و اگر تا حال متوجه نبودیم بعد از این وان چی میخواییم بکنم؟ مسئولیت ما چیست؟ و نقطه سوم که بسیار اساسی است و روح مطلب است از گرامی، شاید ما بسیار ادعا کنیم که همه ما از زمان ظاهرشاه تا به حال برای حل بحران افغانستان، برای احیای وفاق ملی، برای ترقی افغانستان زحمت زیاد کشیدیم که در این شکی نیست. سوال سوم که روح اسلام است. اسلام نه شریعت است نه احکام است. روح اسلام اخلاص است و عبد الله مخلصین له الدین. آیا شما این زحمتایتون به اخلاص انجام دادین یا خیر؟ سوال سوم از خود باید بپرسیم، خصوصا اونایی که خودم مربوط به اسلام میدانند و اهل ایمان و عقیده میدانند، خواهر و برادر عزیز ما. سوال اونایی که ما میهم زحمات را که ادعا داریم که هجرت کردیم و جهاد کردیم و این کردیم و آن کردیم، و عبد الله مخلصین له الدین الا لله الدین الخالص، روح اسلامی است. شما اگر نمازم بخوانین روح اخلاص دهش نباشه، ریا نباشه، ریا باشه، خدا میگه الذین هم یراؤون ویل فویل لیر، نماز وای برش، این نماز هیچ نتیجه نداره. صدقه اگر بتین در روی اخلاص نباشه و در روی منت و عذیت بیر، لا تبتلو صدقاتکم بالمن والاذا، خدمات مالی با منت و عذیت و نظرداشت ضایع میشه، روح درش بوده یا خیر؟ جهاد که دعا داریم همه ماشاءالله پر از قماندانا و سالارای جهاد، اگر در این شما غیر الهی کلمت الله را داخل کردین، آیا او جهاد باقی مانده نزد الله و رسول به مفهوم یا خیر؟ اگر در اون مسئله پول غنیمت برتان برسه، سرزمین مردم را غصب کنین، مال بیت المال در جیبتان بیندازین، وقتی یک وضو با کوچکترین شوخی هم شما باد میشکنه، آیا این جهاد با این تمام نظر داشتانه میشکنه؟ آیا جهاد شکننده نداره؟ شکننده های جهاد کدام از کدام عالم شنیدین که شکننده های حضور میفهمین، شکننده های روزه را میفهمین، شکننده های زکات، شکننده جهاد هم شنیدین کدام وقت؟
که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله پرسیده شد که یا رسول الله، کسی به خاطر اهمیت و غیرت میجنگه که میخواد مشهور شود، آیا جهاد فی سبیل الله؟ گفت نه، این نیست جهاد فی سبیل الله. گفت کسی برای قوم خود میجنگه که قومش بسیار غیور معلوم شود، گفت جهاد فی سبیل؟ گفت نه، جهاد فی سبیل الله نیست. شکننده های جهاد در حدیث واضح است. پس اینا گفتن یا رسول الله جهاد چی است؟ لاعلاء کلمت الله فهی العلیا، که خاص منظور بلندی توحید خداوند، عشق خداوند در دلها و مغزها بفته، بشریت و امت به محور توحید پروانوار بچرخند، مثل که در مکه میچرخین در گرد رب، در گرد خانه که پروردگار او را به خود منصوب کرده. در تمام زندگی هدف جهاد همیست که باید برادری به انما المؤمنون اخوتون، اصلاحات بیه، ان الله یامر بالعدل، عدل بیه، یک رنگی بیه. آیا جهاد ما چین نتیجه را واقعا سر بر تفکر فرو بریم، همین نتیجه را داد بر ما، خصوصا در وقت پیروزی مجاهدین؟ جناب از دست سر به خدا بیامرزه، از دوستای پدر ما بود و ما را زیاد خواهش کردن که رهبرای جهاد که در این تنظیم بدارید و دو کاروان که می رفتن که بدید کاروان، خب پدرت از متقدم ما بودم دیگه، کاروان به خیر نمی بینم، این کاروان پر از جواسیس شرق و غرب است، پر از کسان است که با برنامه فتنه داخل شدن. و نه تنها که این پیروزی اسلام نیست، بلکه روز رسوایی شماست، روز که شما نیتای فاسد را که در درون پت کرده بودین او را خداوند از دیگ باطنتان بر سفره تاریخ میکشه. و متاسفانه متاسفانه که همونطور که عزیزای اشاره کردن، جهاد اکبر، جهاد نفس، اصلاح نفس خیشتن در هیچ موضع و مکان تنظیمای جهادی نبودی را به وضاحت میگم. و من خودم خواهش کردم شخصا از رهبرای جهاد، عزیزای گرامی، مجاهدی که پدر خود دست داده، خانوادهش بمبار شده، آمده با یک احساس و درد ایره منتظر صلاح میسازی و هرگز برش یک برنامه تعلیمی و تربیتی نداری که خود بشناسه، خدا را بشناسه، حقوق ملت بشناسه، گیرون فردا تو پیروز شوی، ارگ بگیری به این ملت چگونه مستر خدمت شوی، چگونه یک کادر باشه که پس بر اشک بیوه ها را خوش کنه و اشک یتیما را خوش کنه و به این ملت دست پا بریده که علامه صاحب او آرزو را نداشت. علامه صاحب شخصیت بیدار بود، در زمان شاه که همه در خواب غفلت بود و میگفت تختش وقت شاه برقرار، میگفت هوش دار ای قوم هوشیار که تأسف نتیجه ندهد در پایان کار. این بیداری علامه صاحب بسیار یک نبوغ استعداد معنی و روحی سیاسی شخصیت ثابت میکنه که رهبری واقعی فکری جریان ملت به دست کیها بود. بار بار از فیضانی سه مبارک میپرسیدند که آیا اسلام تنها دین شخصی خودت است که قدر به خاطرش خود فدا میکنی؟ و این ملت تنها مربوط خود است؟ خود دیگه علما هم است، چقدر خود بس است دیگه، یک بار، دو بار، شش بار، هفت بار. بعض علما می آمدن در محبس برشان نصیحت میکردن، گفت مولوی صاحب چیزایی را که من ببینم اگر تو ببینی در پالی ما قرار میگیری، جویهای خون در شهر و دیار و ولایت مملکت من میبینم جاری میشه، خوار و مادرهای ما یتیم و بیوه به سرپرست میشه. میلیون ها جوان رشید وطن دست بریده و پا بریده میشه، او قوم غافل در چرا در خواب رفتین؟ او جوان های رشید مملکت چرا میرین در غرب و شرق؟ از اوی پس خود را به برنامه زنا ابزار میسازین، علمشان را بگیرین، دانششان را بگیرین، نظم اداری و دولتیشان را بیاموزین، ولی پس دشمن ملت بیچاره و بیسوادتان نشین. این ملت شما را به پول تکس خود و بیت المال خود جراحان کرد، برای چی؟ که دوباره همه با شمشیر دو طرفه با تیز بیم و همه برشان سخت بگویم؟ بارها تکرار کردیم که علامه صاحب فیضانی میگفت جوانای رشید را که من کار دارم او را به روبل و دلار دیگر را پیش خود جذب کرده، اگر اونا مرا میشناختن این مملکت به این حال نمیرسید. ما یکی از کسایی هستیم که گل هستیم که در گلدان وجود از اونا دست از اونا پرورش یافتیم.
احساسی که در 50 سال در وجود من از وقتی هجرت تا حال خاموش نمیشه، محیط غرب و شرق برش تأثیر نکرده، اون درد و عشق مولانا به ملتش بوده، به وطنش بوده، به خداش بوده، به دین و ناموسش بوده. و این تعهد ما بوده که پدر بزرگوار، ما آرمان تو را برای نسل نو میرسانم و فکر و دانش تو را، درد تو را، عشق تو را برای جامعه میرسانم. این که جامعه چی را انتخاب میکنه کار خودشان است، ما مسئولیت خود را ادا میکنیم. به خدای ذوالجلال قسم است که ما به اساس ارادت محبت آمدیم به حضور شما، هیچ برنامه شیطانی در ایران نیست. نقطه سه نقطه دیگر عزیزای گرامی که بازم که برای حل بحران بسیار مهم است، ای است که ما باید این سوال از خود بکنیم. عزیزای گرامی، این نقطه را باید پیش خود تشخیص کنیم که نقطه اساسی بحران در جامعه ما نظام های آمده که دولت با ملت جنگیده و ملت با دولت. چرا اینطور یک نظام آمد در کشور ما که باید ملت با دولت بجنگه و دولت با ملت؟ آیا در سر جهان هم اینطور یک دولت شما میبینین که یک نظام بین همیشه با ملت خود و ملت با دولت مشتی خند باشه، جز افغانستان؟ دوم، علتش چیست؟ چرا اینطور یک نظام های پوشالی در کشور ما صادر شد که باید تیاری از او، توپ از او، تانک از او، استعداد از او، کلش برای مزمل کردن ملت بیچارش که خودش میگه من به این نان و خانه و لباس میتم و خودش میگه من برای شریعت میارم، دین میارم، آرامش میارم، نانش از پیشش میگیرم، نتش از پیشش میگیرم؟ چرا؟ باید یک سیستم تبدیل شد. معلوم دارست که مداخلات منطقه و مداخلات جهان که امروز نقابها برداشته شده، مشتها باز شده، ایان داجت به بیان نیست، ما شما میفهمیم. ملت ما شهیدای مخلص و شهیدای گمنام زیاد داره، هیچ امتیاز رم کمایی نکرده، معزن لله رفتن. ولی هدف صحبت ما او سران است که آگاهانه یا ناخودآگاه ملت را پرتگاه قرار دادن، چی در جنای تشیع هستن، چی در تسنن هستن. شما را تاریخ نمیبخشد، چی با لباس تکنیکرات هستین، چی با لباس علم هستین. شما منفی بر ملت واقع شدین. شما باید با وجدانتان توجه کنین، از این ملت باید یک معذرت عمیق بخواین. این ملت حق داره که باش صادق باشین، از ملا و پیر و شیخ و طالب گرفته تا سیاست مدار و دانشمند و فیلسوف. این ملت حق داره با یه میلیون ها متر مکعب خونی که دادن، دست پایی که از اینا ریخت، شکست و ریخت و این گرسنگی و فقری که اینا روبرو هستن، این ملت واقعا حق یک عذر قلبی وجدانی داره. از شمال تا جنوب، از جنوب تا شمال، از شرق تا غرب، از غرب تا شرق افغانستان، همه باشندهاش ما مقروضش هستیم. حسن داداران سیاست، حسن داداران نوآوری، چی نو نوآوری کردی؟ نمونه می رقم ناوری در یک گوشی از جغرافی جهان به من نشان بتین. او دانشمند تکنوکرات، او دانشمند روشن فکر چپی، او ملای الازهر، او ملای دیوبند، در گوشی از جهان نشان بده که چنین نظام تحول آمده باشه در جهان و به این شکل برخورد با احاد ملت صورت گرفته باشه. سوم دیگه، متاسفانه چون حکومت ها پوشالی بوده، برنامه ها هم اکثرا یا فهمیده نفهمیده از طرف اجانب بر ما تحمیل شده به هر نامی که است. یک مشکل دیگه عمده اساسی که پیدا شده که واژه های مقدس اسلام، شریعت، انسانیت، حقوق بشر، دموکراسی، حقوق، همه به صورت ابزاری، همه وارونه معرفی شده، همه به تمسخر و استهزا کشانیده شده. دیگه در افغانستان کسی به هیچ واژه حقوقی، به هیچ واژه فرهنگی، به هیچ واژه سیاسی عقیده نداره. چرا؟ از این واژه ها که واژه ها رو وارونه ساختن. اگر روس آمد که گفت که نظام یک طبقه کارگر و غریب و مظلوم و بر از اون نان و لباس خانه، دروغ بودن، و نظام کمونیسم دروغ گفتن دیگه. کفن و گرسنگی و قبر برشان داد، مرمی داد به ایوالش، کفن در جانش پوشاند، بی خانه بم، بی خانهش کرد،
به عوض خواهد. پس او شعار کمونیسم در اینجا به مزبله کشانده شد. شعار اسلام هم بیرق یکی نبود، هفت تا بیرق بود. وزیر هفت بیرق، هر قماندان خودش یک فران معاب دیگه بود اکثرشان. که ما جنگ های تنظیمی از همین خاطر بود دیگه، سر اسلام خود نبود، سر منیت های فرعونی بود و تا حال اون منیت ها به شکل دیگهش ادامه داره. پس اسلام هم در اینجا به مزبله کشید نامش، به این خاطر که اسلام میگه مردم نزدیک استفراغ کنه، مذهب میگه، میگه اون مذهبی مرم به خیال از فکر میکنه نه، این فکر مولانا میگه مذهب عاشق زی مذهب ها جداست، ملت و مذهب عاشق خداست. مذهب اسلام مذهب عشق است. قربانتان شم، خداوند میفرماید که والذین آمنوا اشد حبا لله، اینو من نمیگم، مؤمن و مسلمان کسی است که شدیدترین محبت را به الله عزوجلال داره، از زن و فرزند و سرمایه و شهرت و قدرت همه پایانی میکنه محبت الله جو برتر از همه چی، او رو مؤمن تعریف میکنه. و اون غلیان محبت الهی است که ما میگیم خدای خاص تو رو میپرستیم، یک چیزی که عاشقش نمیباشی خاص نمیتونی بپرستی و خاص از تو کمک میخواییم که او رو منبع و ملجع خود از تو کمک میخوایی. متاسفانه اینی مشکلات بود که واژه های آزادی، حقوق بشر، اسلام و شریعت، عدالت و ترقی، وحدت و ملت سازی، برادری و برابری، عدالت اما به مزبله کشانده شد متاسفانه. پس پیش روی ما شما کارهای عظیم است دانشمندای عزیز، جوانای رشید، پدرای ما یک تعداد در وقت ظاهرشاه در نهضت مشروطه خواستند که شاعر به شاهی مشروطه تبدیل کنند، خواستن افغانستان از مزبله های تجاوز روسا نجات پیدا بتن، ولی متاسفانه بعضشان به شهادت رسید، بعضشان امروز در میان ما و شما نیست. پدرای بعدی ما یک تعداد واقعا به خاطر رضای خداوند زحمت کشیدن، مملکت از چنگ استعمار روس نجات دادن، بعد مداخله غرب صورت گرفت، بعد این شرایط فعلی آمدن. ولی میراثی که اینا برای ما فرزندان ماندن دشمنی هاست و بس. آیا ما میخواییم همچون پدری برای فرزندای بعدی خودم باشیم؟ چنان اسلام و دین و مذهب و سیاست پیش ببریم که اولاد ما دیگه از ترس به کشور خود رفتن نتانن؟ آیا عقل و خرد و منطق انسانی در این زمان، خصوصا افغانای عزیزی که شما در جامعه پیشرفته زندگی میکنین، امی اجابه میکنن که ما باید طوری مبارزه کنیم که بر اولاد خود جز خون و عقده و آتش و لجاجت و شقاوت چیزی رو نمانیم؟ آیا مبارزه درست است؟ آیا در کدام کنش و کنار جهان امی رقم مبارزین، امی رقم پدرها رو شما دیدین، امی رقم مادرها رو دیدین؟ فیضانی صاحب پدر روحانی و معنوی از این ملت بود که دلش درد میکرد پیش از آمدن آفتها چی کنیم که آدم بیدار شدیم. بیدار کسی است که بیدارگری میکنم، بیدار کسی است که پیش از این که می آفت میخوای وقایه شود. ما خال خانه را سوختاندیم با گلیمش و با تمام ترزیش سوختاندیم، ما خود در نهایت کار قرار گرفتیم. اونا در آغاز کار میگفتند که هوش دار که بیشک پس از یک جهان کشت خون که به دو دست بلاکای شرق و غرب منقسم باشیم و خودمان به دست خود بنیاد دودمان خیش برکنیم و آنها چون مرجنگان و بودن بازان بر سر روی پرخون ما تف کرده و به دین نو تسلیت کرده و به جنگ تشویق کنند و انتهای تلطف و انتهای چیزی نخواهیم دید و انتهای تلطف فریقین بر مقتولین تأسف و بر مجروحین یک مشتف باشد. به شاشجا یک مشتف نشد از طرف انگلیس، بر ترکی یک مشتف نشد از طرف روس، تا به نجیب تف نشد بر ایشان، بر رهبرای جادتان کال میگرده در هندوستان و در ترکیه بینا تف نشد بر ایشان، بر احمد، بر کرزی و اشرف غنی تف نشد. ما باید تجربه بگیریم که مبارزه ما اگر واقعا به خاطر حل بحران نباشه و ما جز بحران به جامعه خود شویم و برای وفاق ملی نباشه بلکه خود ما جز نفاق ملی شویم، هم در داخل قلبهای ملت جایی نداریم، اونا نفرین میگن، هم در بیرون هم استعمارگرها جز تف دیگه چیزی به ما ندارن. اگر در آخر کار ما نمیفهمیم
او قوم اگر نمیفهمید خب میفتن پدرای ما حس ششم نداشتن میفتن مولانا تو غیب میگی، از ما خو از غیب خلاص شد حضور شد دیگه، میلیون ها دست بریده پای بریده شهید. در کدام خانه از ازاره و ازبک و تاجک و پشتون ما نیست که اونجا معلول نیست، اونجا شهید ندادن؟ یک خانه را شما نشان بدین قربانتان شما. هدف ما در این جمعی بود که باید یک نیروی سالس بالخیر پیدا شود، نیروی محافظه کار و دروغگو نباشه، چاپلوس نباشه، وارث فیضانی باشه. فیضانی صاحب حقگوی بود، بهراس بود و به اساس قرآن بود نه به اساس نفس شیطان. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالكم و یغفر لكم ذنوبكم. ای کسانی که شما ایمان آوردین خدا بترسین، قول درست و راسخ و متین بگوین. خدا امر میکنه که او عالم چرا تو درباری شدی؟ الله مثلا میگه علمایی که اونا درباری هستن اونا حق بزارشان نمیگن، تکنوکرات هایی که پشقابچین هستن بر ازارش ها اونا حق نمیگن و حق نگفت شاه بوادار به فرار شد، حق نگفت داود با خانوادش قتل عام شد، حق نگفتین از ترکی تا من نجیب اون حالتان شد، از حق نگوین فردای دیگه بدتر از ایمه بر سر ما شما قربانتان شما. ما میگیم خب حالا اگر بگویم که این سمت بسیار مظلوم است، اون سمت دروغ میگیم، همه مظلوم هستیم. یک نیروی سالس بالخیر پیدا شود و این نیروی سالس بالخیر همه افراد ملت عضو وجود خود بدانند، از شرق تا غرب، شمال تا جنوب افغانستان همه مزایای بشه و همه باشنده هایشه به اساس یک ترحم اسلامی، رحماء و بینهم، به اساس رحم پای داخل کنه که دیگه طالب کشته نشه، دیگه ملا کشته نشه، دیگه آیت الله کشته نشه، دیگه آخون کشته نشه، دیگه دخترها و معلمین کشته نشه، دیگه مامورین کشته نشه. اینا به اساس یک روحی رحم داخل مسئله شود. شما خواهد گفتین که نمیگذارن، راست میگن نمیگذارن، نمیگذارن که چنین جریانی به وجود بیاید و چنین سخن مطرح شود در مجامع ملی بین‌المللی. چرا تریلیون‌ها دلار و روبل و ریالی که مصرف میشه چی شد حاصل او؟ ولی ما میگیم که اگر فیضانی صاحب واقعا ارادت داریم که راه درست را پیموده و توکل به خدای داریم که هستی را آفریده و با او رکوع و سجده میکنیم، اگر واقعا با نیت اخلاص روبرو شیم خدا ما شما را حمایت میکنه، خداوند ما شما را حمایت میکنه. از همین تریبیون برتان میگم به خاطر روح همین بزرگوارایی که در افغانستان لله رفتند، مبارزشون خاص به خاطر خدا و نجات ملت بوده. ما یکی دو نمونه از سخنرانی های علامه صاحب بزرگوار برتان از سخنانش انتخاب کردیم که مبارک چرا میگفت که مبارزین در جامعه ما باید مبارزه باید فکری صورت بگیره نسبت به صلاح و احساسات، نتیجه نمیده. فیضانی صاحب میگفت در جامعه سه نوع مبارز ما داریم، مبارزین احساساتی، میگفت اکثر جوانا در این مبارزه داخل میشن و اگه اینا به دست استخبارات منطقه افتاد دود از دمار دولت و ملت میکشن، کمونطور هم شد. مبارزین ضرورتی گفت داریم که فقط چوکی شد دستش رفته پس پشتم چوکی خود مبارزه میکنه، به خاطر خدا و وطن نمیکنه، رتبش رفته رتبش خود میخواد به جای برسونه. میگه این مبارزینم تا اون وقتی که به مراد نفس خود رسید دیگه خلاص است. و علامه صاحب میگه ما باید مبارزین علمی و عملی تربیت کنیم. مبارزین علمی و عملی طبیب روحی جامعه است، طبیب فکری جامعه است. میگه شما در امریکا برین، در اروپا، در شوروی، با وجود پیشرفت طبیب طبیب است، طبیب هست همیشه. طبیب نمیگه شما پیش رفتین دیگه چشمتان درد نمیکنه، گوشت ما نمیم جامعه پیش رفت، در اون دروغ نیست، رشوت نیست، خیانت نیست. اون مبارزین معنوی باید باشه که قلبهای مردم صفا ببخشه، روانهای مردم صفا ببخشه، افکار مردم صفا ببخشه. به اون خاطر علامه صاحب میفرماید که نارامی های اجتماعی را ما نه تنها در افغانستان بلکه در اون وقت در جهان مشاهده میکن، در اخبار هم میشنیم. عزیزان غذایتان هم نوشیجان کنیم، پروا نداره، من ختم میکنم. علامه صاحب در اون وقت میگه که چی چیز انسان ده، نمیگه افغان ده،
چیزی بدین وحشت با همه هوشیاری و دانش و سعت عقل که دارن به چین اعمال غیر انسانی وادار می سازد. انسان متمدن، انسان متمدنی که جنگ اول و دوم جهانی را برا انداخت، اینا خب بی سواد نبودن، اینا جنرالای چند ستاره بودن، اینا خب رهبرای پوشالی نبودن، اینا خب رهبرای بودن که اکادمیک سیاست و دیپلماسی را می فهمیدن. اینا چطور وادار شدن که باید به میلیون‌ها انسان قتل کنن؟ چرا انسان برای تأمین امیال فاسد نفسانی خیش دست به اعمال شرم‌آور ننگین میزند که حتی بدتر از حیوانات درنده میگردد؟ این سوالای علامه صاحب است. چرا انسان با کشتن انسان قانع نمیشه، میخواد دستش ببره، پایش ببره، رقص سرش کنه؟ چرا؟ در کوره های آدم سوزی میسازند، چرا انسان این رقم وحشی میشه؟ چهار، علامه صاحب میگه آیا نمونه جریان های بارز این کشتارها را از دست پیشتازان بشریت و اداداران مدنیت در گوشه و کنار جهان به گوش نشنیده ایم و به چشم سر نمی بینیم؟ علامه صاحب در مجموع میگه چرا جهان تحصیل کرده و مدرن متمدن مسابقه تسلیحاتی میکنه؟ یک بمب را میندازه که مکمل یک شهر با حدود 150,000 نفر نابود میکنه در یک آن، گناهکار رو بگه. چرا اینکه یک تصور در دل و دماغ انسان پیشرفته معاصر پیدا میشه؟ از کجا پیدا میشه؟ ای علامه فیضانی شماست که مشکل غم بشریت را میخواهد که مطالعه کنه، چطوری را حل کنیم؟ آیا بقیده شما انسان ها میتواند منشأ و منبع برآورنده این بدبختی ها و مفاسد را در خود نابود سازد و روحی عدالت گستری و برادری و برابری مسالمت آمیز را در خود قوی کرده و بپروراند؟ این شعار نبود از علامه صاحب، هدف و ایمانش بوده. برادری، برابری، زندگی مسالمت آمیز که به شکل مفشن مردم میگه مفشن عقیده از انسان بوده و در کتب تدریسی خود برای ما جای داده. به این نقطه دیگه ختم میکنم که علامه صاحب میگه خب جستجوی طرق سلامت انسانی، سلامت افغان، انسان در مجموع کل بشر، چطور کنیم که انسان از اقتصاد خود، از علم خود، از موقف خود به ضرر انسانیت کار نگیره، به خدمت انسانیت کار بگیره؟ علامه صاحب میفرمود یک، چگونه پروگرام و کدام مدرسه ای را در جهان میتوان تشکیل کرد که فارغ تحصیلانش اگر برای بنی نوع بشر خوبی و نیکویی نکنند بدی هرگز ننمایند؟ علامه صاحب کل عمر خود را، ریسرچ خود را، فهم خود از قرآن، حدیث، فلسفه، دانش، سیاست بی بود که ما باید یک کریکولم و سیستم نصاب تعلیمی باید بسازم از مجموعه از علوم که وقتی را مطالعه میکنه این انسان دیگه بشر دوست واقعی شود. هرگز ضرر نرسن، اول خب باید فایده، هرگز ضرر از این نرسه، برای انسانیت نرسه، مسلمان خود چی میکنه؟ و علامه صاحب میفهمد دوم، آیا ممکن است پروگرام درسی تحصیلات لازمی را به انواع کتب طوری به میان آریم تا فارغ تحصیلان مکتب مذکور دیگر ابدا بدکار نبوده، ابدا بدکار و فیصد 80 تا 90 و حتی 100% از بهترین خدمتگاران اجتماع برای همیشه به هر موقف و مقامی که دارند گردند؟ خب ادعا میکنیم که مکتب ساختیم، کوکی نصاب تعلیمی ازی و ایده کی نوشته و چطور نوشته، به کدام میار واقعا این میتونه متضمن چین هدف شدن میتونه؟ حال فهمیدین که چرا علامه صاحب ما مکتبدار میگیم؟ کسانی که آثار او مبارک خواندن میفهمه که هر اثرش تحول در باطن و ظاهر انسان میاره، انسان را از سطح به عمق وجودش میفهمانه و از عمقش به اعماق هستی میبرش، به معراج حضور میبرش و در مجموع انسان میسازه که تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی، نه تنها غم افغان، در غم انسانیت را حس میکنه. هر که پاکج میگذارد خون دل ما میخوریم، شیشه ناموس عالم در بغل داریم ما. روی اینی مبنا علامه صاحب آثار و اندیشه های خود نوشته کرده که شما پروفیسور یونس تمپل را دیدید؟ یک خارجی ماست، به لسان افغانی هم نمیفهمه، یک برادر مسلمان خارجی ماست. از آثار علامه صاحب چی تحول در وجود شخصیت آمده؟ این افتخار ما شماست که از افغانستان ما یک عالم دینی که همه جا هم که پاسپورت افغانی معنایش تروریست است، پاسپورت افغانی قاچاقبر ایروین است، پا
پاسپورت افغانی فراریست، برادر خود کشتال اینجا فرار میکنم. یک نام بسیار متاسفانه منفی در ذهنیت شما ببینید فیضانی، تفاوت با دیگه علما و رهبرایتان که کسی را در امریکا تربیه میکنه که من فیضانی صرف از پدر خود کرده بیشتر دوست دارم، که برای من انسانیت آموخته و برای من دروازه حقیقت در دل من باز کرده، دریچه حقیقت برای من باز کرده در روی دل. وقتی که یک کمپانی یک موتر ساخت، معلوم دار که میلیون ها موتر ساخته میتونه. یک امریکایی را که یا دو امریکایی را که مکتب هدایت کرد میتونه همه امریکا را انشالله هدایت کنه. پس عزیز گرامی، علما، متفکرین، فیلسوفا، دانشمندا همه قابل قدر هستند، نه تنها در جامعه ما، در تمام جامعه بشری از اونها تجلیل به عمل میره به خاطر استفاده خود جامعه. و این حق علامه فیضانی سر من منعیس فرزندش و سر دیگه دانشمنده است که برای معرفیش باید چنین سیمینارها دایر کنیم. و نه خدا اونا کسی نیست که بگیم آلی من ریاست جمهوری هم میگیرم، اونا در قصه ریاست جمهوری هم نبودن، میفرمودن عارفی بلا که موقف دنیا به نزدم مجاز محض و نقش طفلان فریب است. علامه صاحبی دنیا برای من یک بازیچه معلوم میشه، ولیکن برای آزمودن مرتب شده است. فقط رول امتحانت است. ده 40-45 سال امتحانات خداوند در افغانستان آمد، چی شدی؟ چی کردی؟ آیا جز بحران بودی؟ و جز پراگنده کردن نفاق در قوم و جامعه مظلومیت بودی؟ یا در راه حلش فکر میکردی و رنج و درد میکشیدی و خود فدا میکردی؟ به هر حال عزیز گرامی، وقت غذای شماست. من بازم صمیمانه از طرف شخص خود، خانواده فیضانی صاحب مبارک و از تمام کانونهای فرنگی از شما تشکری میکنم و از طرف کمیته مسجد همبستگی اسلامی افغانستان و بنیاد رادیو کتاب که شما به خواست یقین فقیر لبیک گفتین و به درخواست کمیته لبیک گفتین، وقت گرانمایتان وقف کردین. خدا کنه آزرده نشین، منظورم شخصی به هیچ کس فردی نبود. هدف کنفرانس ها تحلیلی است، تحلیل اوضاع و برداشت اوضاع و اثر ازی از سخنورا و علما و دانشمندای بزرگوار حرفای بسیار نیک و نیک خوبی را که آموزنده برای شخص خودم بود آموختم. ما در همین سخنای خود ختم میکنم، بخش دوم را میگذارم و در اخیر قطعنامه خوانده میشه و بعد من شخصا یک تشکری از تمام سخنورای عزیز خواد کردم.